من میخوام بعد از 9 سال این آقای روحانی را ببینم. گرفتارم، انقدر گرفتارم. چجوری امام زمانی میشی ببینی این آقا را؟ نه این آقا را نه. پیغمبر کیفو قراره هر کیشو قبول نکرد. علی، امام حسین. ما میخوام رئیس جمهور رو ببینم. ما میخوام رئیس جمهور رو ببینم. 8 سال من میفهم رأی دادم، همه کار کردم، اینی من نمیتونم بدم. خیلی ضروریه، خیلی ضروریه، خیلی ضروریه. نه پارتی دارم نه قدرت، گرفتارم. به نام صاحب سلام، سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان همیشگی برنامه گره. ممنونم از همه کامنتاتون و از همه نقطه نظراتتون در سایت آپارات و در پیج اینستاگرامیمون به آدرس گره مدیا. سلطان ها تو کشور ما دارن چند وقتی پادشاهی میکنن. سلطان دلار رو گرفتن، سلطان سکه رو گرفتن، الان هم یک زوج دهه 60 با عنوان سلطان پراید دستگیر شدن. بریم ببینیم نظر مردم در مورد این سلطان چیه. آقا شما پراید داری؟ من موتور سوار میشم، پراید نه. اون موقع که 18 تومن بود داشتم. پراید نه، خوشبختانه. اصلا خوب نیست. یعنی یا نمیخرم یا اگه بخرم پراید نمیخرم. تو این ثبت نام ایران خودرو سایپا ثبت نام کردی؟ نه. لابیه، همش گول لابیه. چرا؟ چون 6 میلیون نفر بود کلا 25000 تو ماشین، هیچ شانسی نداشتم. دور وریاتون کسی ثبت نام کرد؟ پراید؟ نه. چرا اصرار دارید حالا ما پراید بگیریم؟ پراید ماشه جذابیه، نمیدونم چرا. شما دارید تبلیغ میکنید که پرایدو بخرید. دقیقاً سایپا مطمئن. بچه چند تا سلطان میشناسید؟ سلطان سکه بوده، سلطان دلار بوده، سلطان ماشین بوده، سلطان ارز بوده، سلطان طلا بوده. همه سلطان شدن ماشاءالله دیگه برای خودشون. شما هم الان سلطان آب طالبی هست. سلطان چیز دیگه؟ جوجم، سلطان جوجم. چیزی در مورد سلطان پراید چندی شما؟ همیشه سلطان جاده ها بوده و کشته و تصادفات دیگه. 2657 دستگاه خودرو خریدن، یه خانم آقا بودن، زن و شوهر بودن. خودشون تنهایی تونستن این کارو بکنن؟ نمیدونم، با بالا دستی ها همکاری داشتن مطمئنم، وگرنه تنها که آدم نمیتونه که بگه آقا معنا ادام میشه. فکر نمیکنم، قطعا پشت پرده دستایی بوده ای که به اینا راهکار داده، راهنماییشون کرده. تنهاییم نمیدونم چجوریه، باید برم اون بالا دستی رو بگیرم، اون ایران خدایی، برن سایپا بگن آقا چجوری یار اومده 7000 تا ثبت نام زده. یو خود دولت اعلام کرد، اصلا خود قوه قضاییه اعلام کرد آقا دولت با مدیر عامل سایپا دست داشت. مسلم، مگه میشه اینجا یه کار کوچیک انجام میدی زنگ میزنم بهت اخطار میدم تو اینستاگرام، تو حالا یه جاهای دیگه. چرا اینا رو گرفتن؟ فکر میکنم مهره سوختن احتمالاً دیگه. مهره سوختن. آره با یک بعد بسوزه این وسط دیگه. من اسم و فامیلم میگم راحت کنم چه خونه. الان شما با اعدامش موافقی؟ نه. اعدام چیه؟ اعدام کنم به جای 4 تا دیگه رشد میکنه، چه فایده ای داره؟ اعدام کردن درست میشه؟ بله 100 درصد. پراید ارزون میشه؟ نه نمیشه. بیشتر اعدام کن. دهن مردم رو ببندن حتما دیگه، بگم ما اینا رو گرفتیم و اینا رو هم اعدام کردیم. الان سلطان سکه رو اعدام کرده، سکه اومد پایین. نه بابا پایین کجا بود؟ اون موقع که اعدامش کردم فکر کنم 4 تومن بود. ولی 2700 تا قطعا حق مردم بوده که اینا گرفتن دیگه. من فکر میکنم دولت باید حق مردم رو بده به مردم. حالا با کیفرش کاری ندارم، دوست داره شلاق بزنه، دوست داره بنازه زندان، دوست داره اعدام کنه. پس نتیجه اینه که یه قدرت پشتشون هست که نه میترسن نه درس میگیرن از این همه اعدام، از این همه دادگاهی کردن. نه پراید پایین میاد، نه اون شخص درست میشه، میره با یه شخص دیگه همکاری میکنه. من فکر میکنم مشکلاتو باید از ریشه درست کنیم و حل کنیم. خیلی لطف کردین خانم، قربون شما. ان شاء الله تا اعدامای بعدی ان شاء الله.